با سلام و درود احترام خدمت دوستان و عزیزان، امروز جمعه است، دوم تیر و به اصطلاح آقایان روز قدس، و امروز ماهیت آقایون، روش آقایون، راهکار آقایون خیلی بیشتر مشخص شد. کسایی که شعار میدن دوستان، اینا 38 سال شعار دادن، قطعا شعور ندارن، شک داری قصه نکنید که اینا شعور ندارن. ولی خب چون اینا 700-800 سال کار شده و تا حکومت اسلامی سر کار بیاد، حکومت آخوندی سر کار بیاد، این گیرندگیش واسه ملت خیلی تو زمان میبرد. باز هم خیلی خوب شد، باز هم خیلی خوب شد. آقای خامنه‌ای و دار بی دوستان، من باز کنم براتون اشکالی که الان مسئله که الان هست بین مسئولین مملکت، بین داردست اصلاح طلب، بین داردست اصولگرا، بین چپ راست، قصه فقط یک مسئله است، هیچ فکر دیگه نکنید. اون هم این هست که ترس از سوابق خودشون دارند و اون سوابق این هست که روزگار اینا رو سیاه کرده، اینا رو به جون هم انداخته، چه جنایت هایی که کردند، چه خیانت هایی که کردند، چه ظلم هایی که کردند، چه نابودی های ویرانگری تو کشور رو انداختن، در همه زمین ها، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، خانوادگی، روحی، روانی، محیط زیستی، صنعت، همه چی رو نابود کردند. یعنی یک جا اگر تونستن در 38 سال بگن که آباد کردن، این گردن من هم شما، فقط تخریب کردند. اصلا مسابقه تخریب داشتن تو خودشون، از اون خمینی دجال کسافت، از اون گور به گور شده، از اون خائن بلفطره، از اون کسی که نسبت ملت ایران کینه داشت، کینه با تمام وجود داشت، فقط خون سیره چیز میکرد، یه خورده اینو میگه به خنده باش میداشت، تا این گروه اصلاح طلبایی که آمدن سر کار، که خمینی سر جریان میرحسین با خامنه‌ای، به خامنه‌ای تشر زد، گفت من به تو حکم میکنم بذارش، چون میدونست که این چه آشغال، چه جنایتکاری هستن دار دسته این میرحسین و همسال هم. میدونست که اینا هم در راستای افکار خودش، پلید خودش حرکت میکنن، میکشن ایرانی رو، آدم حساب نمیکنند، فقط در راه این که ایرانی ها برن کنار، ذلیل و خوار بشن و اون اجنبی هایی که خودشون مدد بیا سر کن. این بود که خمینی از میرحسین دفاع میکرد. یا کروبی رو اگه شما باشه نزدیک صحبت بکنید، شما کروبی رو نگهبان دوم در کارخونه تون، در تشکیلاتون نمیذارید، یه آدم بی سواده، ببخشید اصلا چی بهتون بگم، همشون فرق نمیکنه، مگه خوینه نبود؟ اینا اول انقلاب دوستان دست به هر کاری بگین زدن که بتونن به قول خودشون میخشون رو بکوبند، اما نمیدونست اینا در تاریخ میمونه و مونده. الان داردسته اصلاح طلب که زیر چتر فعلا آقای روحانی هستن و یک زمان دوی چتر هاشمی بودند، اینا سابقه خیلی تاریکی دارند، وحشتناک تاریک، اعدام های دست جمعی، کشتارها. مثلا یک نفر تو مشهد بود، گرفتنش، گفتن این پسرهای تو ضد انقلابن، تو هم ضد انقلاب، گفت من نیستم، گفت نیستی، گفت نه، گفت این اصله تیربارشون کن وگرنه خودت میکشی. اینقدر از این کارا کردن که پدر پسر رو کشت، زن شوهر رو کشت، خواهر برادر رو کشت، برادر خواهر رو کشت. اینا خونا جواب میده، جواب میخواد، یک زمانی سر در میاره، برادر داره سر در میاره. بعد اصولگرای یاد گرفتن، گفتن عجب. و جالبه که اینا فکر به تمام دنیا کار میکرد. روز به مهاتیر محمد گفتن که شما چطوری که بعد از این هم یه دفعه از اومدین و مثلا دهه 90 دوستان، اول دهه 90 میلادی، واقعا کسی مارزی میرفت، مارزی گداخونه بود، گفت شما با دولت جمهوری اسلامی همزمان سر کار چی کار کردین؟ گفت هیچ، ما هدف اون کشورمون درست کنیم، جمهوری اسلامی میخواست دنیا رو درست کنه. حالا امروز، حالا هدف خامنه ای چیست؟ هدف خامنه ای است که این روحانی که همش دم از جمهوریت میزنه، دم از رأی مردم میزنه، و خامنه ای هم میدونه، روحانی هم میدونه که رأی در اصل نه به رئیسیه،
خودشون نمیدونن. برای همین خامنه میگه پشت روحانی خالیه، میخواد کاری کنه که روحانی یا تا زمان انتخابات، تا زمان که حساب مراسمش هست، یا ترورش کنند یا مجلس عدم کفایت چه بده. تا توان یک ساعت پیش جلسه داشتن سری قضیه، چهار گروه حقوقی بزرگ تشکیل دادن که برن و بررسی کنن که چه راهکاری بهتر است که با هزینه کمتر برای خودشون، نه واسه ملت. اصلا ملت اهمیت ندارن، نداشتن، ندارن و نخواهند داشت، بتونن چه کنن؟ روحانی رو گرایش درمی و مدرک علیش جمع کنن، آسیب شناسیش هم بکنن و چه کاری میشه کرد. همین امشب تموم شده، چهار گروه بسید کردن، چون فهمیدن چه اتفاق داره میفته. روحانی و دار دستش دو مال یه چیز هستن، اونم این است که خامنه‌ای رو زمین بزنن که یه دفعه زمین میزنن، خامنه‌ای این دفعه دیگه باخته قصه رو، چون خامنه‌ای دیگه علنا دیگه از هرچی جنایتکار و خیانتکار و اینا دفاع میکنه. البته این هم تخم ترکی خودشون، این هم تو دامن خودشون بزرگ شده است. خامنه‌ای شکست میخوره، شک در قصه نداریم، خامنه‌ای دارسه شکست میخورن، این لاریجانی و همسا شکست میخورن، دارسه اصولگرا. البته لاریجانی ها اینا چی بهشون میگن، اینا روبا هستن، اینا سریع تغییر موضع میدن، ولی خب این صادقشون که آخونده هست یه خورده مخش تاب داره، ولی اون جواد لاریجانی مغز متفکر رژیم علی لاریجانی هست و امثال هم کار نداریم. اصولگرا شکست میخورن، دارسه روحانی میان سر کار، سر کار که نه، یعنی منظور که بعدا پیروز میشن، اما روحانی هدف چیز دیگه است. و اینی که تمام سایت های اصلاح طلب دارن دفاع میکنن به خاطر سوابق قبلی خودشونه، میگن اگه رو بشه ما همه باید اعدام بشیم، حداقل اعدامه همشون، فرق نمیکنه ها، از سهام نیوز بگیر تا چی نیوز بگیر، همشون یک سرته کار باشن، دار دسته میر حسین کروبی ایکس ایگرگ، همشون اصلاح طلبا اند جنایتکار دنیا هستن، اگه بچه‌هاشون کار میکنن پدرشون هستن. اینا میخوان یه کاری بکنن، بی نتیجه رسیدن در اتاق فکرشون که ما بیایم خامنه‌ای رو زمین بزنیم، اصولگرا نابود بشند، بعد بیایم با جامعه جهانی به تفاهم برسیم، با آمریکا به تفاهم برسیم، بگیم آقا ما دیگه قبول داریم، ما اصلاح طلب هستیم، میخوام اصلاح بکنیم. حالا اینا که رفتن کنار، اینا رو زمین میزنن، بگیرن، ببندن، اعدام کنن، هر کاری میخوان بکنن میکنن. البته ناگفته نبود الان در تدارک کودتا اونوریا هستن، ولی در هر صورت شکست خورده هستن. خب بعد اینا میان چیکار میکنن؟ میان میگن که آقای آمریکا ما در خدمت شما هستیم، کت خدا ما در خدمت شما هستیم، بیایم دوره گذار بگذاریم، رفراندوم برگزار کنیم و ما این جریان گورباچوف و یلسین و امثال هم، یعنی ما حاضریم از این چیز بگذریم و مجبورم هستن بگذرن. اما وقتی که نفر بعدی میخواد سر کار بیاد، میرند همون کاری که همیشه کردن، مسئولیت میخوان که پرونده گذشتهشون رو به هم نزنن، تحت تعقیب قرار ندند، اشتباهی کردن ببخشند، حالا بحث جنایت هم جای خودش داره، و میخوان با این کار، با این خودشیرینی بیان وقت بره خودشون مسئولیت ایجاد کنن. اون من در حدم نیست که بخوام حرفی بزنم، اون در حد اون کسی است که در رفراندوم آزاد و در انتخابات آینده رأی میاره، اون دیگه با اون هاست، ولی میخوام بگم که طرحشون این هست و خیلی کوچیک از ایشون فکر، خیلی کوچیکن، خیلی خیلی کوچیکن. این جریان موشک رو دیدیم، 30 سال دارن موشک میسازن، میلیاردها دلار خرج کردند. حالا دعوا میکنن که من گفتم، میگه من گفتم. حالا یه چیز جالب براتون میگم، هاشمی رفسنجانی میادم کوچیکی بود، کوچیک 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 کوچیک، از یه بچه 4-5 سال ذوق میکرد، یه کاری ذوق میکرد. برای جوانا دارم میگم، دوستان وقتی که ایشون میخواست متروی بین تهران و کرج افتتاح کنه، 24 تا رئیس جمهور از سطح دنیا دعوت کرد برای افتتاح این، چون تمرش نکرد از این کارا، ندیده بود، فکر میکرد این 24 کیلومتر 25 کیلومتر مترو چه شاهکاری کرده. طرف داره به کره مریخ میگیره، توی آلمان بین برلین هامبورگ اون مسیر 300 400 کیلومتری رو اینها ظرف 24 روز خطشو عوض کردن، یه خط جدید گذاشتن، اصلا یک روز تاخیر، 10 ساعت تاخیر خورد، وزیر عوض کردن، عوض شد. وقت این یه 24 5 کیلومتر مترو کشیده، نمیدونی چه ذوقی میکرد، نشیش تا اینجا باز بود.
24 تا رئیس جمهور دعوت کرد، 22 تاش اومدن. البته همون کشور اصلا اومدن، افغانستان و پاکستان اینا اومدن. میلیون ها تومان خرج کرد اون زمان، میلیون خیلی پول بود، که توی قطار وایست و متوسط از چه گذاشت، یک جستی گرفت، چه کار کردی، چه فیلی هوا کردی. این بچه ها اصلا یک کار میکنن، ذوق میکنن. ما همشون کوچیکن چون دنیا رو ندیدن. حالا هاشم یه دوره با ماشی تو اروپا زده بود ولی بقیه ندیدن. فکر کنم چه شاهکاری کردند. خالص از موشکاشم همین 6 تا موشک زدند، زوق و شوق و بگیر و ببند و تمام روزنامه خبر بده، پول خرج کن، پول خرج کن، پول خرج کن، بزنید. بعد حالا مینه موشک ها 3 تاش که تو راه رسیده هستن، 2 تا دیگه هم خورده به مدارس و به بیمارستان ها، فقط فرستاده باشن فرق نمی کنه. اینجوری بدبختن. تمام حکومت جمهوری اسلامی آخوندی بر اساس تبلیغاته، بر اساس تبلیغاته. یعنی 38 سال بر اساس تبلیغات کار کردن. یا آخوندی رو منبر داشت موعظه میکرد، میگفت آره اگه جای بچه توی فر روی فرش ادرار کرد، درسته که با شستن و با فلان کردن و با آب کور شستن اینا تطهیر میشه، اما بهتر است که اون تیکه رو ببرید بریزید دور. وقتی هم خوندی دو جای خونه فرش سرخ، خب خانم چیه؟ گفت خب تو گفتی پای منبر. گفت من برای مردم گفتم، با بریز کنار این حرفا رو. اینا با این زندگی کردن، با این با مردم کار کردن و اینا در مردم خیلی هوشیار شدند. من یه روز یه حرفی بهشون زدم، دیدم که سر یه اتفاقی یه اتفاق افته، خیلی ساده است، همین کشورم میفته. دستور دادن که تمام اون نسل، اون خانواده، اون منطقه که در اون شهر هستن، اینا همشون بایکوت کامل بشن و از تمام ادارات اخراج بشن و فلان بشن، بیسار بشن که اینا مثلا طرفداری فلان کردن. دوستم من دماغ هم میخارونم، من چون حساسیت دارم، بعضی میگن که آقا دماغ نخارون که شک میکنن. نه من دود و دم حرفا نیستم، هر کس از زن خود چی دیاره، من کافر همه رو به کیش خود پندارد. این از طنز گفتم. بعد یک مثال زدم اونجا براشون، سال مال خیلی سال پیشه، گفتم حکایت شما حکایت قدیمی هست، قدیمی نفهم و بیشور بیعقل کله پوک. قدیما کک بود توی لباس این باسا اینا، بعد یه سری میامدن که کار میگتن میتهرید میکنید چون که خون میمه که بعد چاشم میسوخ درد میکرد. گفتم شما اینقدر نالایق و بی ارزه و ناتوان هستید به خاطر 4 تا کک لحافت آتیش میزنید. این کار کردن تو مملکت، همیشه به خاطر 2 تا 3 تا کک لحافت های را آتیش زدن، مملکت رو با آتیش کشیدن، کشور دیگه رفتن آباد کردم. تو کشور ما یک بیمارستان هم نساختن و میگن مردم در تنگنا باشن. حالا خودتون در تنگنا قرار گرفتید، حکومتتون سر اومده، هر کاری بکنید بازنده هستید. این بیاد اون بره، تو این کار، هر کاری بکنید بازنده هستید. امروز دیدید خامنه‌ای هنوز که هنوز طوق لعنتی فلسطین دور گردنشه، بابا توف کردن تو رود زیر بالا یکی کردن. آقای خامنه‌ای تموم شده است، همه تون باختید. مردم با صبر و حوصله‌شون پیروز شدند. دیگه بگم بریدم فایده نداره. خب دوستان، من بعد از این یه خورده فرصت میخوام ظرف یک روز آینده دو تا کلیپ خواهم داد راجع به این که مشکلات اقتصادی و چرا زندان ها پر شده و باعث بانی 90% که زندان رفتن کی هست و چی هست. بعد میشینیم با هم برنامه‌ریزی می‌کنیم که چه بکنیم که این موزل به بهترین وضع ممکن حل بشه. و دوستا برنامه دیگه دارم که اینا خیلی سر سام کرد. ایام به کام، روزگارتون خوش و فرصت دیگه. پیروزی نزدیک، پیروز شدیم. در اصل دیگه امروز دیگه نشون دادیم که دیگه ما رسیدیم به 60-70% پیروزی بالا ماست. امروز دیگه نشون داد همه. دیگه الی آخر.